پرویز صیاد یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین فیلمسازان ایران است که جمعه شب ایرانیان لندن به همت کانون پارس فیلم سرحد او را تماشا کردند. پرویز صیاد کار سینمایی و هنری خود را از حدود 65 سال پیش شروع کرده، اگرچه با مجموعه تلویزیونی سرکار استوار و بعدها با فیلم‌های صمد به شهرت بسیاری رسید، اما در تهیه و تولید بسیاری از فیلم‌های مستقل و موج نو سینما ایران نقشی کاملا مشخص داشت، از خواستگار علی حاتمی گرفته تا دایره مینا ساخته داریوش مهرجویی که چند سالی توقیف شد و همچنین بازی در فیلم اسرار گنج دره جنی ساخته ابراهیم گلستان که برخی از منتقدان فیلم آن را پیشبینی انقلاب در ایران خواندند. اما یکی از مهمترین تأثیرات پرویز صیاد به عنوان تهیه کننده تشکیل کانون سینماگران پیشرو بود که آن را شورشی علیه سینمای مسلط یا فیلم فارسی و شکوفایی موج نوی سینمای ایران خواندند. تو خونه زنده یاد داریوش مهرجویی جمع شدیم اونجا و هممون استعفا دادیم، اون چند نفری که این نامه درخواست نوشته بودن استعفا دادیم، بعد و یه انعکاس زیادی پیدا کرد تو جامعه، چون بیشتر آدمای سرشناس اون دوره، جوانایی که اون دوره صاحب اعتبار بودن تو سینما، این امضا رو کرده بودن. مصاحبه مطبوعاتی به عمل آمد، ما در اون مصاحبه گفتیم برای چی اصلا استفاده دادیم از سندیکا و از نهادهای سینمایی آمدیم بیرون، همین داره مطرح کردیم و اون مقدمه شد برای تشکیل سینماگران کانون سینماگران پیشرو، چون به این نتیجه رسیدیم به خودمون یه شرکت تعاونی تشکیل بدیم که اگر دولت هم کمک نکرد نویسنده ها یا کارگردان ها و بازیگران که نقش بازی میکنن توی این فیلم ها قبول کنن دستمزدشون رو بعد از نمایش فیلم بگیرن، این شرکت تعاونی بتونه بدون حتی کمک دولت هم کارش انجام بده و این طور هم شد دیگه. ما چند تا فیلم های اولیه شهید سالس و همچنین فیلم دایره مینا و فیلم حتی غزل کیمیایی، اینا همه مسئول اون دو سه سالی است که این کانون تعاونی سینماگران پیشرو تشکیل شد. سریال محبوب دایجان ناپلون به شهرت پرویز صیاد افزود و او تا سال 57 یکی از مهمترین سینماگران مستقل ایران بود. بعد از انقلاب و حاکمیت جمهوری اسلامی، پرویز صیاد به آمریکا مهاجرت کرد و فیلم خود فرستاده را درباره ماموری ساخت که برای ترور یکی از عوامل حکومت سابق فرستاده شده بود. فیلمی که با تحسین منتقدان و استقبال جشنواره‌ها روبرو شد و جایزه پلنگ برنز جشنواره لوکارنو به آن اهدا شد. چند سال بعد سرحد را در زمانی ساخت که دو سال بعد جشنواره‌های سینمایی بعد از فتوای قتل سلمان رشدی توسط خمینی از بیم گرفتار شدن در تنش‌های سیاسی آن را نادیده گرفتند. برخی از منتقدان فیلم سرحد را نمایانگر جامعه ایران در اوایل دهه 60 خواندند، فیلمی که یک سال بعد از رخدادهای انقلابی سال گذشته در ایران شاید حالا فرصت تماشای آن سودمندتر به نظر برسد. در این فیلم و در این اتوبوس زنهایی که وجود دارند بسیار روشنفکرتر، متمدنتر، منطقیتر و توانمندتر از مردها هستند وقتی پای بحثی به میون میاد. و جالبه بعد از 25 سال، درست میگم 35 سال که از ساختن این فیلم میگذره، ما ادامه این منطقی بودن رو در جنبش زن زندگی آزادی امروز میبینیم. تأثیر پرویز صیاد پس از بیش از 6 دهه بر فرهنگ و هنر ایران و نقش او برای بنیان نهادن هنر خارج از مرزهای حکومت ها و همچنین اعتلاء هنر در تبعید آنچنان است که ایرانیان در هر جای دنیا فرصت تماشای آثارش یا دیدار او را از دست نمی‌دهند. امید حبیبی‌نیا، لندن.